آقای علی جهانی، خیلی خوش آمدید. شما قبلا هم مهمان برنامه ما بودید، ویدیوهای شما موجود هست در بایگانی کانون آوا و خواهش میکنم از دوستان چه در کانون آوا چه در انجمن زنان و در سازمانهای دیگهی که هستن لینک اون ویدیوها را در همین فیسبوک هم بذارن، چون بعضی ها هستن اصلا به غیر از فیسبوک جای دیگه نمیرن. ببخشید 4 دقیقه هم از وقت گذشته، ولی اشکالی نداره چون آقای حسین نژاد نمیتونن با ما باشن، ما این دقایق رو به دوستان به اصطلاح واگذار میکنیم. آقای جهانی بگید ببینید که چرا شما و دوستان میخواین درباره این به اصطلاح نشست صحبت کنید؟ و بله ریکانکتین، اوکی، ما از اینجا هستید شما آقای جهانی؟ همون اینا چون با تلفن‌هاشون تماس میگیرن بعضی وقتا ماجرای اینترنت و اینها. بله من هستم. آها بله، الان میبینیم شما رو، تصویرتون البته کمی بلریه، به قول معروف تیره است، ولی اب نداره. کل ماجرا اینه که همه دوستان شما رو میشناسن و با صداتون ما بیشتر میخوایم ببینیم که نظر شما درباره نشست سراسری این دوستان مجاهد چی بوده. من خودم بارها پرونده هایی رو در دادگاه میبینم که به طرف میگه که تو چرا اومدی شکایت متقابل میکنی، میگه برای که اون شکایت کرد اول. یعنی اگه اونها نشستی نداشتن شاید شما امروز به کارهای معمولیتون میرسیدید و شما هم صحبتی نمیکردید. من ساکت میشم، شما کل این ماجرا رو تعریف کنید. میدونیم که به خاطر کرونا اینها دیگه نمیتونن اونجوری فیل هوا کنن و حالا به صورت اینترنتی خیلی هم هیجان زده شدن، میگن که 30,000 از سران ممالک در این نشست هستن، در حالی که با همه ای که خودشون شرکت کرده بودن بیش از 7,000 نفر نبودن. بفرمایید ببینیم که ماجرا چی بوده آقای جهانی. بله من سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای استوربی و بینندگان محترم مرام تیوی. آره میخواستیم راجع به این موضوع در واقع شوی اینترنتی مریم رجوی و سران خبری رجوی صحبت کنیم که جوی جامعه گذاشته جامعه 28 تیر گذاشته بودن. این هم ساله دسته مرام سالانه دارن که به اونا سال بقوه خودشون بزرگدار که مقاومته که همون مقاومتان یعنی استراتژی رو خروج نفعی. بعد امسال البته با یه ما تأخیر 17 جوان یا تا 20 جوان چیز میکردن، امسال 17 جولی هم کنن جولی جرگیه در واقع که بعد به اصطلاح اینا همزمان کنن با آخر تیر ما که قیام 30 تیر بود به خاطر عادلی از با دکتر مصدق فقید و همچنین نمیدونم خود مراسم خودش بسیار مطرح کردن خودش باشه. اینا اهداف زیادی را دنبال میکنن راجع به این بزرگداشت آلانشون که البته امسال اینترنتی بوده، چون نمیتونستن آدم جمع کنن اینا و همین تأخیرشون هم اتفاقا این بوده که خواستن بیشتر آدم جمع کنن، یه ماهی تأخیر انداختن. ببینید اهداف مختلفی داره، هدف اصلیش به اصطلاح سرکار گذاشتن نیروهای داخل سازمانه که آره ما هنوز هستیم، هنوز داریم فعالیت میکنیم. این شو سراسر دروغ بود، از سخنرانی مریم رجوی گرفته که راجب تکراریش و راجب چی میگن سرنگونی تکرار کرده و هم که به اصطلاح این آمار ارقامی دادم به خود شما، یه از 100 کشور جهان تو این اینترنت شرکت کردن تو این کنفرانس 30,000 نقطه 30,000 نقطه دقیقا با 30,000 نفر شرکت کنه، تو هر نقطه یه نفر باشه سرجمعشون پایش هر نفر بیشتر نبودن. یعنی سراسر این آماری هم که از قبل دادم که برای سرکار گذاشتن نیروها بند بند خداها نیروهای نگون وقت استادون که هیچ اطلاعی از بیرون اصلا از ما ندارن و هیچ دسترسی به اینترنت و به رسانه‌های بین‌المللی ندارن. همون دروغایی را که تازمان تو رسانه سراسر سانسور شده است مثلا سیمای آزادی پخش میکنه همون را پخش میکنن، یعنی اون فکر کنن واقعا چی نقطه
بعد هر نقطه هم حداقل پنج نفر بس $30,000 کنم اینجا یه زنبار شرکت کردن تو این کار گروپون از حداقلش، یا به قول شما صد کشور صد مقام نمیدونم شرکت کردن این، و همه چیزاش کسا آمار ارقامش که دروغ بود و اون چیزایی که گفته تکراری و دروغین و چیزی خاصی نداشت. فقط تنها دلیل اصلی سرگرم کردن و سرکار گذاشتن نیروها هست که ما رو بیشتر تو اون زندان نگه داره. ببینید ارتش آزادی باختش که لحاظ نظامی بگیم، ارتش آزادیش که دیگه پاشیده شد و فقط مونده یه سری نیروهای سالمند که اونجا هم که مثل اشبسه به زندان شبیه چیز سالمندان شبیه این بوده نظامیش بود. باز سیاسیش که همون شورای به اطلاع مقاومت بود، اون چی ازش نمون به یه دونه دیسکه بود زنش که یه حزب دو نفر و بقیهش خودتونه. این اطلاع تشکیلاتی هم که همه پیروپاتار شدن همجوری دارن بلازه چیز پاتر بیماری هایی که دارن اختر سن بالاشون دارن میمیرن، از اون رو دارن ریزت میکنه. رهبرش ممکن خود الاسر معلوم نیست مرده زنده است و بلاز اجتماعی و به صورت جایگاه اجتماعیش جایگاه نه بین نیروهای اپوزیسیون داخل کشور داره نه مردم، در واقع نه جای نداره بلکه مورد تنفر مردم خاطر این جایی نیروهایی که تو این مدت سر اون چیز شده. اینا هدفشون اینه و هدف های اهداف دیگه هم دارن. یکی دیگه از اهدافشون اینه که میخوان اصطلاح هنوز بر تبل جنگ بکوبن، هنوز اون از اون استراتژی شکست خورده که بعد 40 سال واقعا دیگه برای همه مشخصه که شکست خورده، ولی هنوز میخوان تبل جنگ بکوبن و به اربابانشون آمریکا و متحدین منطقه اسرائیل و نمیدونم اردن و سعودی عربستان سعودی بگن که آقا ما هستیم بیان از ما حمایت کنید از کانونهای شورشی ما که واقعا واقعیت بیرونی نداره، فقط یه چیز یه دوگی دروغ یه هواهمی پینید حمایت کنید که ما جایگزینیم، ما تنها آلترناتیویم. یه هدف دیگه هم که مریم دلیلی خودش میباید مطرح کنه، اگر دقت کرده باشین هشتگ رو انتان به خاطر نقب اعدام خاطر این دوست نفری که میخواستن به خاطر این تظاهرات آبان ما گرفته بودن اعدام کنن و میخوان تجدید نظر کنن فکر کنم این خودشم بیشتر احترام گذاشته فقط به خاطر مطرح کردن خودش. یعنی مریم رجبی خودشم روحاش دارن ریزش میکنن به صورت روزافزون و انقلاب دیگه چیزی ازش نمونده. بعد ارتش آزاده بخششم که یه دونه یال شیر به یال دومش کم شده. آقای جهانی ببخشید، من قسمت های از این برنامه رو نگاه کردم، هیچ جا حضور یا ویدیوی مسعود رجوی رو ندیدم. به نظر میاد ایشون حتی در قسمت های مجازی هم نمیتونه شرکت کنه، درست میگم؟ بله متاسفانه ویدیوی ایشون فریز شده. اجازه بدین بریم سراغ آقای بشتاری. میارم میگم که این پیام بله. آقا ممنونم از شما. حالا بعد در برنامه های آینده بیشتر صحبت میکنیم، فقط امروز خواستیم که تعداد شما دوستانی که خواستید در این مورد صحبت کنید بیان و از یکایکتون ممنون